با درود دیگر خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری MMA با هم به شهر اولانباتور مغولستان بریم، جایی که کشتی های فرنگی عزیزانمون در حال برگزاری هستش. بهار 1401، وزن 63 کیلوگرم، ایمان محمدی عزیز در مقابل کنسول شیمیزو از ژاپن. بریم با همین کشتی زیبا رو ببینیم. امیدواریم که ایمان محمدی کشتی دومش هم به شایستگی برنده بشه و به نیمه نهایی برسه. ایمان محمدی با دونده آبی در مقابل شیمیزو از ژاپن با دونده قرمز. شیمیزو نفر سوم جهان هست، برنز قهرمانی جهان رو دسته هم دیگه کار میکنن. یه دست زیر کرفت، دست دیگرم گرو گرفته. محمدی زیر کرفت میزنه تا راه رو برای اجرای فنون خودش باز کنه. ایمان محمدی دلاور ایزه ایم از خوزستان همچنان رو به جلو هست. اگه اینجا کار کنه میتونه یه لحظه اومد برای پیچ کمر، میتونه که اختار رو به روی کشتیگی ژاپنی شیمیزو بذارن. ببینیم چه میکنه دلاور ما. رو به جلو هست، راه رو بسته کشتیگی ژاپنی، کاری انجام نمیده. میتونن دیگه اختار بدن به کشتیگی ژاپنی. همچنان دسته همدیگه رو گرو گرفته و راه نمیدن. بالاخره اینجا خودش رو رها میکنه کشتیگی ژاپنی. یه گوسه سنگین از ایمان محمدی. بله اینجا درخواست اختار میشه و تایید میشه، یک امتیاز برای ایمان محمدی ثبت میشه و شیمیزو باید در خاک دلاور ما بشینه. ببینیم میتونه بارندازهای زیبای خودش رو به اجرا بذاره روی این کشتیگیره چقدر یا نه. از بالا میاد، نه برگشت دوباره پایین، دست رو قلاب کرد، میره برای بارانداز. خوب داره جابجا میشه کشتیگیر ژاپنی، خیلی پایین اومده، باید مراقب بشه نباید زیاد دست رو پایین بیاره. یه لحظه رفت برای بارانداز، نتونست بزنه، خوب مقاومت کرد، خوب جابجا شد، نذاشت کاملا متمرکز بشه کشتیگیر ما ایمان محمدی. کشتی در سرپا ادامه پیدا میکنه. دستی دست رو گره گرفته یه لحظه محمدی. حالا کشتی گیره ژاپنی مچه دست رو گره میگیره، یه دست رو کشید محمدی. یه لحظه نشست برای کمرگیری ولی نه تو ست دست شیمیزو رد بشه. کشتی گیره کشتی بلدی هست، عرض کردم نفر سوم جهان هست شیمیزو. دلاوره ایزه ای ما هم نفر سوم جوانان جهان شد در اوفای روسیه. اونجا یه لحظه تو رده بنده اشتباه کرد، به کشتیگیر روس کشتی رو واگذار کرد، وگرنه شایستگی این رو داشت که طلای جوانان جهان رو به گردن بندازه. همچنان رو دست هم دیگه کار میکنند. کشتیگیر 30 ثانیه 25 ثانیه تا پایین 3 دقیقه اولین کشتی زمان داری. باری تبار و استاد بنا اون دور کنار توشه راهنمایی های لازم رو میگن به محمدی عزیز. بله 4-5، بله اینجا دیگه 3 دقیقه اول به پایان میرسه. ظاهر هر دو کشتیگیر یه لحظه اومد قبل از این که، ولی خب تمام شده بود زمان. یه لحظه اومد محمدی زیرکی کنه و تا سوت پایان رو نزده داور یه حرکتی بزنه، ولی خب دیر شده بود، فقط یک ثانیه تا پایان کشتی زمان داشتی. دو کشتی نظم مربی خودشون میاد. ببینیم استاد بنا چه تاکتیکی رو برای 3 دقیقه دوم در مقابل این کشتی گیره چقدر و خوش نفس ژاپنی در نظر میگیره. تا به اینجای کار که 1-0 با همون اختار و امتیاز خاک کشتی داره ادامه پیدا میکنه. امیدواریم که 3 دقیقه دوم بهتر کار کنه محمدی و از این کشتیگیر امتیاز بگیره. اگه قرار باشه شلوغش کنه 3 دقیقه دوم ژاپنی، اختاره به کشتیگیر ما میدن و تو شرایط مساوی این کشتیگیر ژاپنی هست که برنده هست. یه لحظه گوش میکنه، خوبه اینجوری باید رو به جلو باشه، نباید عقب بکشه. مطمئنه کشتیگیر ژاپنی میاد که 3 دقیقه دوم رو تمپو رو بالا ببره. یه لحظه زیر کپ زد، ببینیم میتونه کشت. یه لحظه میرفت که توش خارجش کنه کشتیگیر ژاپنی رو، ولی با زیرکی یه لحظه اومد، حالا یه پیچ پیچ نشون داد از همونجا، ولی نتونست
فن خودش رو به اجرا بذاره. از کردم زیرک هست و کشتی بلد. شلوغش میکنه تا بتونه تو برگشت از اشتباه ایمان محمدی استفاده کنه و فنون خودش رو به اجرا بذاره. تا به اینجای کار که موفق نبوده. خوب داره مقاومت میکنه. همینجور همین درسته. باید رو به جلو باشه. همین درسته. اگه روال عادی همیشه نباشه نمیتونن اختار بدن. ولی خب یه جورایی داورها فکر میکنن بی انصافی اگه 3 دقیقه دوم به کشتیگیر حریف اختار بدن. کشتیگیر ما بهتر کار میکنه. آفرین، رو به جلو هست. بله بله آفرین، این بار درست تصمیم گرفتن داورها و یک امتیاز برای کشتیگیر ما ثبت میشه. نتیجه کشتی 2-0 هست. خوب شروع کرد 3 دقیقه دوم رو. کشتیگیر ژاپنی اومد شلوغ کنه، اومد سرعت رو ببره بالا، ولی همزان ایمان هم سرعتش رو بالا آورد، کم نیاورد. در مقابل این کشتیگیر خوش نفس ژاپنی، ببینیم چه میکنه در خاک. یه بار انداز بزنه خیالمون راحت هست، 2 امتیاز کم هست در مقابل این کشتیگیر ژاپنی. اینا فنون بالا مهارت داره. میره برای بار انداز یا نه؟ نه، خسته شده محمدی. هر دو کشتیگیر البته خسته شدن. 1:45 تا پایان کشتی و زمان زیادی هست. امیدواریم کشتی رو برنده بشه و به نیمه نهایی راه پیدا کنه. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنه. الان کشتیگیر ژاپنی سرعت رو میبره بالا. ببینیم، نباید عقب بکشه، همینجور باید رو به جلو باشه. هر چی در توان داره باید رو کنه. ایمان محمدی دلاور ایزه ما. کشتی اولش رو دیدیم در مقابل کشتی از مغولستان دامجین. 12-4 با امتیاز عالی شکست داد اون کشتی گیر. کشتی زیبایی گرفت در اون کشتی و خوش رو به این کشتی رسوند. حالا در مقابل نفر سوم جهان تا به اینجای کار که یه لحظه خالی کرد، تا به اینجای کار که خوب مبارزه کرده. 2-0 جلو هست، ولی خب استرس زیادی داریم. 2 امتیاز اصلا مطمئن نیست. یه خاک میتونه نتیجه رو برگردونه. حالا باید کشتی گیر ما در خاک بنشینه. برای کشتیگیر ما در خاک بنشینه. 54 ثانیه تا پایان کشتی زمان داره و خطرناک است. یه بار انداز میتونه نتیجه رو به نفع شیمیزو تموم کنه. امیدوارم که بار انداز نخوره. تو خاک معمولا خوب مقاومت میکنه محمدی. خوب داره جابجا میشه. آفرین، خوب داره جابجا میشه. ماشاءالله، همین درسته. آفرین، شیمیزو هم خسته است. اگه همینطور جابجا بشه نمیتونه یه لحظه رفت نیم تیخ کنه. نتونست و داور اینجا سرپا میده. خیالمون راحت شد. فقط 37 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. خسته کرد محمدی رو این شیمیزوی ژاپنی. از کردم دست و پا بستین. این نفر سوم جهان است. حالا میره برای فنون بالا که حداقل 2 امتیاز یا 4 تایی بگیره. تا به اینجا کار نتونست، راه نداد محمدی و هر دری زد بسته بود. نتیجه کشتی همچنان 2-0 و 20 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. یه لحظه یه بار دیگه رد میکنه محمدی. باید اینجا زیرکت بذاره و نگه داره. چند سانی این یه رسال نشست برای کمرگیری. نتوند دست های محمدی رد بشه. یه اومد برای فنون بالا. اینجا دیگه باید نگه داره دست همون زیرکت. باید نگه داره تا تمام بشه. 3 دقیقه 3 ثانیه 2-1 و تمام. تمام. یه کشتی سنگین و نفسگیر رو برنده میشه محمدی. دلاوری زیه ما و ردندی راه پیدا میکنه. تبریک میگم به محمدی عزیز. امیدواریم کشتی بعدش رو هم ببره و به فینال برسه. خب دوستان، امیدوارم دیدن این کشتی زیبا لذت برده باشی. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستی، کانال ما رو لطفاً سابسکرایب کنی. زنگوله کنار کانال رو هم حتما فعال کنی. به محض اینکه کشتی های بعدی عزیزانمون در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب شما رو در جریان میذاره و میتونی از دیدن ویدیوهای زیبای عزیزانمون لذت ببری. تا دوردی دیگر، بدرود دوستان. خب دوستان، به حضورتون عرض کنم که محمدی عزیز کشتی بعدش رو در مقابل میران بک اینا گلوف دارنده نقره و برنز جهان واگذار کرد متاسفانه و در نیمه نهایی نتونست از سطح این حریف بگذره و در مسابقه رده بندی حریفش به روی تشک نیامد و مدال برنز رو به گردن انداخت. تبریک میگیم به ایمان محمدی عزیز، مقام سوم قهرمانی آسیا. تا دوردی دیگر، بدرود دوستان.